خلو بچه بعد یه فشگاهی وحشتناک که سرقورشی ازم این تتلو که گفته بود تتلو منو شکنجه میکرد و من تتلو رو کتک زدم و خیلی حرفای عجیب و غریب دیگه. تو این ویدیو میخوایم فحاشای تتلو به سرقورشی و مادر امی تتلو به سرقورشی و هم ببینیم که خیلی جنجالی شده. پس حتی آخر ویدیو جنجالی رو ببینید. مطمئنم کلی کیف کنید و لذت میبرید. خیلی بچه بعد اون ویدیو دو ساعته ای که سرقورشی آپلود کرده بودم واسهتون تو چنل گذاشتم، خیلیاتون میگفتید سرعت اون ویدیو تون بوده نتونستیم درست بفهم و اینا. پس آخر این ویدیو اون ویدیو رو دوباره میذارم به قسمت مهمشو با یه سرعت خوب که بتونید اونایی که نتونستن ببینن حتما ببینن. سرقورشی بعد اون حرفا میگه با مصرف شیشه فرد دچار عوارضی میشه که برخی از آنها در کوتاه مدت و برخی در بلند مدت جسم و روان و رفتار فرد رو تحت تاثیر قرار میده. این عوارض علاوه بر این که برای خود آزاردهنده ممکنه برای اطرافیان هم مشکل آفرین باشه. عصبی بودن، استراب، گیجی، نوسانات خلقی، بیخوابی، پیر شدن چهره، خشکی دهان، پارگی دهان، ساییدن دندانها، پوسیدگی و شکستن دندانها، گشاد شدن محرمک‌های چشم، گاز گرفتن زبان، از بین رفتن حافظه کوتاه مدت، کابوس‌های شبانه، تشنج، خون ریزی، افزایش دمای بدن به حدی که شخص ممکن است از هوش برود، التهاب کبد و ضربان غیر طبیعی قلب برخی از عوارض کوتاه مدت شیشه است که ممکن است برای فرد رخ دهد. پس هی سرد میشه و هی گرم میشه و هی مونده پشمای طرف بریزه و یه جوری به امی تتلو اینجوری تیکه میندازه. ولی امی تتلو اینجوری میاد فحاشی میکنه و به سرقورشی واکنش نشون میده و میگه کار ما یعنی کارهای 10 سال پیش دنیا جهانبخت و بازیگر سینماتون الان دارن میکنن. آب نداشتن و یعنی کوزار رو ما پشت صحنه چک کردیم. همه دروازه قار و رابطه ها بدتر از سریال های ترکی. هشتگ دیدی سهمت همونی که پس میزدیه، شماره 1 بیداره بیدارترین. اما خب بچه ها چیزی که این ویدیو رو جنجالی میکنه و خیلی تو اینترنت میترکوندش واکنش مادر امی تتلو و فحاشیش به سرقورشیه. خیلی ها میگن که اصلا کلن خانواده امی تتلو کلن اینجوری هست. مادر امی تتلو اینجوری واکنششون میده نسبت به حرفای سرقورشی. میگه دستور احضار فرشتگان الهی حضرت جبرئیل و میکائیل را صادر کردیم برای حفاظت امیر حسین هم سلطان واقعی امی تتلو در برابر شیاطین از جنس زنان و مردان. منتظر شمشیر برنده الهی باشید. من اما طلب خیر برای شما هرزه زبانان که فرزندم حسینم امیرم را حرامزاده خواندید و او را عصبانی کردید، با فوش و ناسزاهایتان او را از کشورش بیرون راندید، او را دیوانه خواندید، مریض خواندید، هر کاری که کرد مسخره کردید و غافل بودید و هستید از استعدادهای وافر او. نقشه‌های شومتان توسط زنان پرستوهای بالشکستهتان غافلید که عشق بی پایان من بدرقه اوست. به تعزیت هر کدامتان به نوعی به خانه‌اش رفتید، نمک خوردید، نمکدان شکستید. من بخشنده اما هوشمندی آگاه و بیدار منتظر شمشیر غیب الهی باشید که طوفان در راه است. ولی خب از اینکه بگذریم بچه‌ها، خودم امی تتلو با مادرش رابطه خیلی بدی و وحشتناکی داره. ولی اینجا مادر امی تتلو از امی تتلو کلی دفاع میکنه و یه جورایی به سرقورشی کلی زیکای بدی میندازه. بیایم ببینیم ویدیوی سرقورشی که تو ویدیو قبلی واسهتون گذاشتم و خیلیاتون نتونستین ببینین و با هم ببینیم. گریه ای نکردم، اصلا گریه کردم. گوه خوردی زدی حروم زاده. من شکنجه شده بودم. من توی خونه بودم که 4 روز آخر آب و غذا بهم نمیدادن. من اصلا ناراحت بودم. مثلا هرچی تو میگی، توی که اومده میگی من اینقدر کثیفم و بدم و بو میدم و بر باشه تو کنسرت من. چرا؟ مگه تو چه گویی هستی اصلا؟ که تو اصلا برای چی اینجوری با این دختر رو حرف میزنی؟ چرا به دختر رو بیادمی میکنی؟ اگه اینا به بگم فلان خوبه، اگه اینا به بگم فلان. من اصلا شوکه شدم و پایین همه عادت داشتن و این برای من عجیب بود. بچه هایی که پایین بودن رفیقای این آدمه عادت داشتن به این موضوع و براشون عادی بود. من کپ کرده بودم و من از خجالتم چون از عمد کاری کردم که کل بانی بفهمن که این آدمه یه منو زده و هیچ کس بالا نیومد، هیچ کدوم از اون دخترها، هیچ کدوم هیچ کس نیومد بالا. خب اصلا اگه پیرم طرف حالش بد شده باشه میان بچا بالا، هیچ کی نیومد بالا و من شوکه شدم از اینکه ای اینا اصلا از اینکه عادی داستان چرا همه تن طبیعیش میکنن. خرواتی من اونجا 6 ماه گوشت خوردم. کی جور عدالتی کی روش میشه بیاد الان بگه؟ من اومدم بگم به خاطر اینکه آدمه داره میره سمت حرفای ناموسی. من تهدید میشدم، گوشی موبایل منو ایشون بعد همون 3 روز معروف از من گرفت. با رفیقاشون
یوتیوب درست کردن، اپلودی زدن، یه کارو اینجوری کردن، یه یوتیوب جدید درست کردن و بعد از این بعد تو یوتیوب فوش میداد به من. من اصلا یوتیوب نداشتم، من نمی‌دونستم، می‌دونم که خیلی من بدتر از شما فهمیدم که اصلا قصه چیه. بعد خوردم اینم 6 ماه من تو خونه فوش خوردم، تو خونه حرفای زشت رو رکیک شنیدم. من 24 بدنم کبود بود، هی میگفت کبودی خوبه، بعد می‌ذارم بریم بعد این تامل این خوب بشه، بعد هی میام میگفت تاسو کن درد بکشی، من درد بکشی دیگه نزنم. بعد چون تبر میگم چرایید کدوم گریه می‌کرده، آره وقتی صورت من ترکیده وقتی همشام بدنم درد می‌کنه، منو به زور میاره میشوری با ترکیدن از یه ماه مثلا دو ماه دارم هر روز کتک میخورم از تو بی دلیل. من سنم میام باهات ندارم، من یه آرتیست دیگه ام، تو یه آرتیست دیگه در روز دخترت هم نه نسبتی با تو دارم، نه اصلا هیچ خواهر تو برداشت آوردی که همه چی نظرت چیز باشه. بچا دست به دست دادید به مامانش کادر داد و اون اومد گفت تبریک میگم. خانواده که مشکل روی روانی دارن اصلا اصلا باید پر باشه تو کنسرت من. چرا مگه تو چه گویی هستی اصلا؟ من بگو چی شده، بگو چرا، مگه من دشمنت هستم، مگه من با تو چیکار کردم؟ میگه فلان به فلان نامه بابا شد بابا به کجا وصلی؟ دوباره حاضر بودم این بچه کودک نخوره، اون یکی چیش دوباره ما یه تطویق شده بده چی بزنم؟ بگو هر کار دوست داری بکن، یعنی میگو هر چی دوست داری بزن عزیزم. بگو خند به اون یکی مورگی خودش انتخاب میکرد رو کنفوی بود، آره اما اینو بزنه خیلی قشنگ اون رو بزنه. من فقط ساکت بودم و هیچی نمیگفتم، کنم تش دیگه دوست تطویق دیگه. آه این دردش میگرفت. من خواهش کردم برای بار چهلم که این برم زخم برم زخم برم چهره پاره است بیان این دور واسه من بی‌حسی بزنن. او بی‌حسی توی خونه فوش خواهر مادر کسی توی خونه بی‌حسی نمیزنه. گریه نکردم، اصلا گریه کردم کو خوردی زدی، کو خوردی زدی همون زاده. من اصلا ناراحت بودم، اصلا هر چی تو میگی، توی شما میگی من اینقدر کثیفم و بدم و بو میدم و واسه من منو تهدید میکرد که الان میرم دیگه فهمیدم اگه تو فهمیدم من میرم تو یوتیوب میریسم می سرقلشی بو میده و میرم کجا ناموسی حرف میزنم. الان میرم همینش من الان میرم میگم تو فلان اصلا که این نگی. مجبور بودم به هر چی که میگی گوش بکنم، مجبور بودم گوش کنم، مجبور بودم وقت طرفدارش رو به من میزنه کتک میزنه لختش میکنه، مجبور بودم بمونم تو خونه خفه شم، مجبور بودم دعوا نکنم. ولی الان زدن و کتک من اینجوری بوده، یعنی اصلا از خودم دفاع کردم. اگه پلیس میاد میگه من از خودم دفاع کردم. میدید شکنجه ها رو کاتر سیبار بعدش رو اگه طرفدارش یواشکی پاشو نمیذاشت روش تو کفش آروم انگشت من الان نداشتم. اون شب یه قیچی اومد موهای منو شون کرد، منو گرفت از طبقه بالا موهای منو گرفت کشون تو پله فقط کوتاه کرد. چهار دختر فقط جیغ زدن، خواهر گنده شو فقط جیغ میزن. ببین پسرا بود پسر دیگه هم که ماشاءالله هیچ کسی کاری نمیکرد. بچا مجبور بودم سکوت کنم چون قیچی دست یارو بود، چون فلان چون فلان، چون راهی نداشتم. کیف اون موقعی گفتم میخوام برم اون کیف مداری که منو برداشت هم پاسپورتم پیش بود هم پولم پیش بود هم گوشیمو گرفته بود. من چی داشتم؟ میگم تشویش خودم میگفتم که من میرم مثلا سفارت، ولی چجوری برم از این شهر بیرون با این پایش دست و پای شهر؟ از ساعت 3 بعد از ظهر تا 8 شب کتک خوردم. بعدا به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میگفت به من سجده کن، من خدام میگم بهش آشنایی میگفت بهش یاد داده که دختر برید اسمتون رو عوض کنید، اسم خواهر عوض بکنید. مثلا اگه اسمت فاطمه باشه توی قانون ایران نمیتونی اسمتو مثلا بذاری آیناز مثلا، ولی اگه آیناز و تناز مثلا فلان باشه میتونی اسمتو بکنی فاطمه بکنی زهرا اسم عین بذاری، میتونی کار انجام بدی. میگن این کار انجام بدن به بهونه اینکه پول اضافه تر به اون طرف میدن. یکی وقتی که میره اسمو عوض میکنه میکنه رو فاطمه میکنه زهرا یا هر چیز دیگه، سنم تغییر میده، سنم میاره بالا که اینا به سن قانونی برسن. بعد اینا میرن پاسپورت میگیرن، سنشون پاسپورت بالاه، بعد دیگه این آدم دختر زیر سن تو خونش رام نداره. خب بچه‌ها ویدیو امروز لایک و سابسکرایب بهتون نره تا ویدیو بعدی میبینمتون. بای بای.